سلام، حالتون چطوره؟ من زینبم و اینجا کانال تراوتوبه. به ویدیوی من خوش اومدید. این ماسک باعث میشه پوستتون هم سفت بشه، هم چین و چروکش از بین بره و هم روی پوستتون لایه برداری انجام میده. به مرور زمان پوستتون رو روشن‌تر میکنه و تمام لکاتون رو از بین میبره. این ماسک با برنج و تخم کتان درست شده. خودتونم خیلی خوب میدونید برنج خیلی فواید زیادی برای پوست مو داره. اونم به خاطر اینه که نشاسته فراوانی داخلش داره. اما ما از آب برنج فقط استفاده نمی کنیم، بلکه هم از آب برنج استفاده می کنیم و هم از خود برنج. این حرکت باعث میشه ما فواید بیشتر و املاح بیشتری از برنج و آب برنج استفاده کنیم و تاثیر بیشتری هم روی پوستمون ببینیم. نشاسته موجود در برنج باعث میشه تمام بافت‌های پوست ترمیم پیدا کنن و اگر لک داره، زخم داره، از بین برن و پوستمون سفید و درخشان بشه. تخم کتان هم ویتامین B و E داره و از اونجایی که میدونید ویتامین E برای پوست خیلی مفیده. خواص دیگه تخم کتان امگا 3 بالایی که داره، پروتئین بالایی که داره و همینطور یه آنتی اکسیدان قوی برای پوست هستش. تخم کتان شکنندگی پوست رو از بین میبره و به پوست حالت ارتجایی میده. از این ماسک هفته 1 الی 2 بار استفاده کنید تا تاثیرش رو ببینید. بعد از 20 دقیقه که گذشت شما تازه باید شروع کنید به ماساژ دادن پوستتون. اول زیر چشم و آروم ماساژ بدید، بعد کل صورت رو ماساژ بدید تا لایه برداری انجام بشه و لک های روی صورتتون از بین بره. طریقه استفادهش برنج رو بذارید با آب پز بشه، بعد با هم میکسش کنید. این حرکت خیلی بهتر از اینه که شما فقط از آب برنج استفاده کنید. اینطوری تمام املاح برنج داخل ماسکتون میاد و تاثیرپذیری اونو چندین برابر میکنه. پس من به شما پیشنهاد میکنم هر ماسکی که با استفاده از برنج خواستید انجام بدید، این کار رو انجام بدید و در آخر اگر میخواید دونه های برنج نباشه از صافی رد کنید. برای این ماسک نیاز نبود از صافی رد بشه و من فقط خوب میکسش کردم و لهش کردم. وقتی خوب میکس بشه کامل همه دونه های برنج له میشن و دیگه اون حالت جامد نداره، خودش دیگه کامل مایع میشه. با تخم کتان هم همین کارو میکنیم. اول با کمی آب میذاریم بپزه، بعدش میکسش میکنیم تا به این حالت در بیاد. بعد اینکه به این حالت در بیاد، حالت ژله‌ای میشه، چسبندگی فراوانی پیدا میکنه. بعد مواد رو با هم مخلوط میکنیم و روی پوستمون میزنیم. اگر از ماسکتون برای چند بار استفاده درست کردید، حتما داخل ظرف دربسته بریزید و داخل یخچال نگهداری کنید. من خودم ظرف، حالا مثلا جای بستنی چیزی که در داره رو نگه میدارم و ماسکامو داخلشون میریزم. مرسی که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردید. ممنون میشم من رو لایک کنید، سابسکرایبم کنید، برید بقیه ویدیوهام هم نگاه کنید چون به دردتون میخوره. این کار شما، لایک کردن شما، باعث میشه من انرژی بیشتری بگیرم و ماسکای متفاوت بیشتری درست کنم. مراقب خودتون، پوستتون و خوشگلیاتون باشید و خدافظ.